رفتیم وسطای آب. وسطای که آب که رفتیم دوشم متوجه شد. گفته بودن یه رشته سیم خاردار رد میشیم. بعدش دیدیم نه بابا فرشی انداخته نمیشه رد شد. بالله العلی العظیم، یا فاطمه الزهرا، به امید پیروزی اسلام وظیفه روایت فتح را بر عهده داشتیم، اما کدام زبان و بیانی و چگونه از عهده روایت آنچه می گذشت برمی آید؟ اینجاست که تو به ژرفنای این روایت عجیب پی میبری و در میابی که چگونه معرفت امام زمان شرط خروج از جاهلیت است. ببین که عصر جاهلیت ثانی چگونه در هم فرو میریزد و ببین که چه کسانی راه تاریخ را به سوی نور میگشایند. تاریخ سازان چه کسانی هستند؟ جوابی که مورخین رسمی به این پرسش می‌دهند با حقیقت بسیار متفاوت است، اما به راستی چه کسانی تاریخ آینده را می‌سازند؟ یه روز غروب بود، ما رو جمع کردن تو منطقه عمومی خسرو‌آباد بودیم. ما رو جمع کردن، البته ما تنها نبودیم، همه غواصایی که مثلا می‌خواستن موج یک بزنن همه رو جمع کردن توی مسجدی. مسجد که نبودیه، مثلا سالن بزرگی بود واسه خودمون عربای منطقه بود. اونجا همین نشستیم، بعد آقای قربانی آمد به سلام شروع کرد به سخن. آقا این زده خوبی پیش رفتی؟ انشاءالله خداوند رحم حالا یاری میکنه، حالا کمک میکنه، همطوری که خودش قول داده و خدمات زیادی رو در همه رده ها برادر انجام دادن و باید همه لحظاتمون تا اون لحظه عملیاتمون و شروع عملیاتمون و خاتمه عملیاتمون خودمون رو با تمام وجود واگذار کنیم به خدا و یاری و مدد رو از خود خدا بخوایم و اصلا به فکر این نباشیم که ما لشکر هستیم، ما گردان هستیم، ما تو فلان عملیات بودیم، ما فرمانده گردانمون چیه، فرمانده تیپمون چیست، فرمانده فلانمون چیست و اینجاست که ما رو خداوند یاری میکنه. غروب شروع شد، بچه ها تجهیزات بستن، در اون نزدیک های اذان بود، تمام تجهیزات بستن و حرکت کردیم، رفتیم به سمت لب اروان. ستونلار نخلستانلارن içinde gedirdiler. Qaranlığıydı. Şahit yolu görməkdə bilmir dəyiləmiş şüldü. Vəli hərdən bu yollar bir-birinə yaxınlaşırdı, 2 sütun, 3 sütun. Bir-birinin yanından istəyirdə gəsələr, imkan yoxdur uşaqlar bir-birini öpələr, öpüşələr, qucaqlaşalar. Fəqət elə bir-birinin qamətinə baxırdılar, qəvvasların və sütunun ağlamaq səsi gəlirdi ki, bir-birindən ayrılandı bu hal. Vədəşəm, az nəhr rəftim, qod ərvən, rəsidim.
اون ذکرهایی هم که از طرف فرمانده لشکر گفته بودن که از یادتون نره، واقعیت هم اون ذکرها هم همه رو رسوندن اون وقت. میگه هر چی که در وسع اون بود ما انجام دادیم، از اینجا به بعدش نه دست ماست نه دست شما هست. اون چیزی که واقعا بوده ما بوده ما احساس میکنیم که انجام دادیم، از الان به بعدش دیگه دست خداست و خودش دیگه همه کارها رو باید هدایت بکنه. و واقعا هم همینطور بود. من اون شب خودم تو سنگر رو خط نشسته بودم لب ساحل. تو اون حالت خب همه مشغول کار بودن، قواسا هم داشتن حرکت میکردن، ما تنها چیزی که واقعا از اون برمیومد این بود که بشین اونجا دعا کنیم و ذکر بگیم. اشکالاتی اگر به ذهنمون رسید و بچه‌ها تذکر بدیم اونایی که در کنارمون بودن. و واقعا من احساس میکردم که دیگه که میگن پاره تن، یه چیزی اینطوری رو احساس میکردم که از وجود من داره اصلا جدا میشه وقتی که بچه ها توی آب میرفتن. آب ساکت ساکت آروم بود. وقتی که ما رفتیم حدود 10-15 متر اینا گذشته بودیم آب و موج آب بلند شد. میگرد تو صورتم، من چون وزنم سنگین بود آب میکشید پایین منو. دیگه نمیتونستم نفس بکشم، شباهتی به رودخونه نداشت. و جالبش اینه که بچه ها میگفتن که همونجا ما حرکت میکردیم میگفتن ظاهرا داخل خلیج فارس اصلا به رودخونه شباهت نداشت، واقعا رودخونه، چون آب شور بود، موج هم میزن. وقت داخل آب رفتی موج به این حالت دو طرف زد. زد آب در حالتی بود که میخواست مدش بشکنه. بعد آب وسط آب رفتیم، دیدیم سرعت خیلی داره. من به محض که داخل آب رفتم 100 متر گفتم دیگه اصلا ما نمیتونیم تو وسط آب بریم به هیچ وجه. چون آخه این آب نبود که، جهنم بود. موج طوری میومد چی همه منو توی ته آب میبرد، خودمون در میومدیم. اینجور بود. خب دشمنم اونجا اون بره اربن بود دستش دیگه، بالاخره نخوابیده چه دشمنه. ما به بچه ها یعنی به فرمانده گردان ها و گرهان ها به دست ها به همه غواص ها تأکید داشتیم که اگر کسی در حین حرکت چه در ساحل خودمون چه در آب تیر خورد یا زخمی شد حتما باید تو آب ساکت بشه. فرمانده صداتون در نیاد. بیاد فرمانده افتاد، 3-7 سفارش فرمانده افتادم که سرم تو آب بکنم، خودم بالاخره بمیرم تو آب، ولی صدام در نیاد. سرم رو زدم داخل آب کردم، یه کمی رفتم با بچه ها با تنابی که منو کشیدم، منم با اونا رفتم جلو. بعد اومدم بیرون گفتم نه حالا میتونم برم. تا اینکه رسیدیم به 50 متری دشمن، یه سری صحبت ها تو همون جلسه که با فرمانده لشکر غواصا داشتن که مثلا داریم میرین جلو یا همچین مسائلی هست که مثلا تجهیزات خودی، سلاح سنگین و نیم سنگین خودی به طرف شما شلیک میکنه. ادامه اون صحبت این بودش که به فرض با یه حالتی توجیه کردن شاید الان نشه قشنگ به زبون آورد، به فرض اگر کسی نمیتونه ماموریت ادامه بده مثلا براش سخت شده، یا خودش یه جور سر خودش زیر آب بکنه، یا بغل دستی به خاطر آبروی اسلام بود دیگه، بغل دستی یه دست عنایتی به سر بغل دستی بکشونه فرو کنه زیر آب. بعد ما سر ستون گرفته بودیم داشتیم میرفتیم به 50 متری دشمن که رسیدیم دیگه کاملا نگوانا دشمن میدیدیم که بالا اسکله بود، ما بین اسکله 2-3 وارد عمل میشد، کاملا روی اسکله نگوانا دشمن دیدیم. بعد اونجا بود که دیدیم یه دوتا بسیجی داد میکشن آی داریم خفه میشیم دیگه، اونجا زمین و زمان رو سر آدم خراب میشه که حالا چیکار بکنیم، اگه بخواد عملیات لوبره دیگه هیچ. به آقا مجید گفتیم چون ما مسئولیت دیگه سر ستون داشتیم، خودمون زیاد نمیتونستیم توی مسیر این ستون رفت آمد کنیم. به آقا مجید گفتیم آقا مجید برو بچه‌ها رو بگو ساکت باشن. دیدیم آقا مجید اومد میگه که بچه‌ها تجهیزاتشون سنگینه،
گفتم خود تجهیزاشونو باز کن بریز تو آب دیگه. حالا همینجوری میگیم من نزدیک به عراقیا میشه. بعد اومدید رفت پیش این بسیجی ها گفت تجهیزات رو باز کنیم بریدین تو آب. دیگه میگه تجهیزات به تن ما گره زده به هیچ وجه باز نمیشه. چاقو هم هر کار کردیم نتونستیم با چاقو باز کنیم. بعد آمجید اومدش گفتش که چیکار بکنیم. گفتم خب همون کاری که به ما ماموریت دادن دیگه، دیگه باید یه کاری بکنیم یا به خودشون بگو خودشون شهید کنن. بعد آمجید رفت جلو این دوتا بسیجی برگشت گفت میتونین این مقدار رو طاقت بیارین؟ دیدیم اونا میگن نه دیگه نمیشه، نمیتونیم طاقت بیاریم. بعد گفت صحبت آقا مرتضی یادتون هست؟ بعد دیدیم اون دوتا بسیجی با یه حالت لبخند گفتن آره. بعد همین ادامه حرفشون هر دوتا با آقا مجید خداحافظی کردن و دوتای با هم رفتن زیر آب دیگه. خب شهید شدن دیگه، هیچ آثاری از جنازه شون دیگه پیدا نشد دیگه، آب اینا رو برد. ممکنه خدا نکرده احساس بشه ریاه، ولی این بچه ها خیلی من اطمینان داده بودن. یعنی واقعا بچه های غواص ها همه شون میگفتن که هیچ مشکلی نیست، ما عبور میکنیم. اما خیلی نگران بودیم، یعنی زمینی که اونها به من امیدواری میدادن من از ته دل نگران بودم. امید همه به غواصا بود. غواصا رفته بودن تو قایقا توی نهر آماده شده بودن چه به محضی چه اینا رسیدن با رمز ها و تاکتیکایی که از پیش برنامه‌ریزی شده بود حرکت بکنن. تو این شور حال بود حدود نیم ساعت قبل از عملیات یه چند از غواصای ما در جریان جزر و مدی چه تو آبی مقدار هنوز تو ساحل چی بود، اینها از واحدهای خودشون از اون گروه‌های خودشون جدا شده بودن. حدود نیم ساعت به عملیات مونده بود، من تو سنگر بودم. برادرم آیه مهری بود اطلاعات نمیدم، یکی از برادرم بود گفت که تو سه تا غواص هست بغل سنگر دارن میان بالا. برادر رو گفتیم اووردندشون رو تو این گیرا داد. این برادر اومدم گفتیم چی شد؟ گفتن ما نتونستیم بریم و آب ما را جدا کرد و ما شکست خوردیم، نتونستیم فلان بکنیم. و یه روحیه بسیار بدی تو این چند تا غواص به وجود اومده بود. من خلاصه یه مقدار دست و پا خودم رو گم کردم، ناراحت شدم از موضوع. گفتم یا امام زمان این همه زحمت، همه تلاش، همه فعالیت چی نشد؟ بلا فاصله تو همین زمان بود که تو ساحل عراق چند تا نورافکن روشن شد. نورافکنای بسیار قوی روشن شد و رو کل ساحل شهر خصوصا محل اسکلا اینا آتش شدیدی اجرا شد. وسط اون که آب گرفتیم دوشم متوجه شد، متوجه شد که منور زد با سر صدا خلاص یک حرکت هایی که میشد دشمن متوجه شد. منور زد، منور وقتی میزد اصلا روشن میشد، کلا منطقه روشن میشد، اصلا خود سنگرهای دشمن رو کاملا مشخص بود. دشمن به طرف ما شلیک کرد، شلیک کرد. تو این لحظه بود که ما دیگه یه مقدار داشتیم ناامید میشدیم و متزلزل میشدیم. یه بسته بندی در یه پارچه فکر کنم مشکی بود یا سبز بود، یه برادری هناس زنون رو تو آب و جل آور کرده بود، یه مقدارم خیز شده بود تو بارون توی پلاستیک برای ما آورد و اومده به سنجر. یه نامه ای از فرمانده محترم کل سپاه روش بود، نامه رو به مادر رو داده توی اون پلاستیک و ما خوندیم. دیدیم روش نوشته است که فرمانده لشکر 25 کربلا پرچم سبز حضرت رضا علیه السلام رو تحویل شما داده میشه چه بر مناره فاب فردا بعد از فتح و پیروزی رزمندگان اسلام بر مناره فاب نصب بکن. من خیلی روحیم تغییر کرد، روحیمون دیگه صدم
بالاتر رفت و در پلاستیک رو وا کردیم، پلاستیک رو باز کردیم و پرچم گنبد حضرت رضا رو وقتی که باز کردیم و نام امام رضا علیه السلام و سید الشهدا روی این پرچم بود، وقتی باز شد این پرچم، بوی عطر و گلاب حرم حضرت رضا توی این سنگر ما پیچید و همه شروع کردن به تکبیر گفتن و صلوات و برادرها شروع کردن قرآن خوندن و امیدواری 100% همه وجود افرادی که تو سنگر بودن رو گرفت. با توجه اینکه ما تو هول و حراس هدایت نیروها بودیم. آقای هدرپور، با چیز تماس داشته باش؟ با قولم پوره اینا تماس داشته باش؟ دو اخ بچم. سه اخ بچم. سه اخ بچم. همینطور سعی میکردیم فقط غرق نشیم، اصلا فکر دشمن و اینکه دشمن کجا و اصلا ما میخواه عملیات بریم و اصلا این از فکر ما رفت، فقط همینقدر فکر میکردیم چی بتونیم خودمونو غرق نشیم. آب ما رو برد، اصلا نمیدونی یه مسیری برد. یک دفعه دوستم گفت آقا پات بزن زمین، پا زمین خورد انگار که دوباره چی متولد شدی. بعدش رسیدیم، ما تو آموزش میرفتیم ولی خیلی طول میکشید برسیم به اون ور آب، بعدم برگردیم ولی اونجا اصلا نفهمیدیم که پامون رسید اون ور آب. فینا رو در آوردیم، همونجا نشستیم، فینا رو هم در آوردیم، چلکای نجات رو هم در آوردیم. چلکای نجات رو در آوردیم، من خودم هم در آوردم، آویزون کردم سیم خاردار، بغل سیم خاردار، یواش یواش پیاده توی آب شنا کنن رفتیم به موقعیتی که به ما نشون داده بودم. یه دهکل عراقی بود پشت سنجرشون، سنجر بتونی، رفتیم اونجا استون بیچ. یواش یواش هم آب می اومد بالا، آب اجازه نداد که ما سیم خاردارها را جدا کنیم، بعد بیشتر شد آب. خورشیدی ها هم بود ولی خورشیدی ها نصفش تو آب بود و گشت بیرون بود، ما میتونستیم این برون برش بیبور کنیم. به هر حال به هر زوری کلگه بود آوردیم داخل کنار معبر و خورشیدی نشون بهش دادیم، گفتیم اینجا رو با تو باز کن، از خورشیدی پریدیم اون بر رو تو باز کن. همونجوری یواش یواش وا میکردن. کردن این عراقی سه تا منور زد بالا ولی ندید، همونجوری که 50 نفر نشسته بودن جلوش ندید، این بچه ها رو ندید. شهید شکوفه بلند شد، عبدالله شکوفه رفت اون ور کاچریز، اون که میخواست از سده بره بالا اولین مرحله اون با تیر زده رجبار زدن چه از سده این افتاد این برز چیز روی سیم خاردارا. بعد از اون
دشمن دید که نیرو وارد شده اینجا. به خدا قسم چراغ قوه را اینجوری نگه می داشتن روی گنباسان، روی ما، تشتش دونه دونه رجبار می زدن، نارنجش می انداختن. شهدا خواص های دوستان ما رو، خواصان ما رو نارنجش می انداختن، می رفت زیر سینهش، می پرد، می برد بالا، می آورد زمین. اینجوری شهید شدن. شهید سهرابی تعریف می کرد که اینا شب ما زودتر رسیدیم پشت موانع دشمن، اونجا منتظر بودیم، چند تا از نیروهای دشمن روی خاکریز و پشت سنگرهاشون بودن، مشکوک شده بودن، یکی یکی تیر میزدن و بچه ها با توجه به اینکه موعد مقرر عملیات شروع نشده بود تحمل میکردن و یکی یکی از ناحیه سر تیر میخوردن و خودشون رو زیر آب میکشیدن که صداشون باعث لو رفتن عملیات نشه و حدود 11 نفر از بهترین عزیزانمون ما اونجا شهید دادیم و با شهادت خودشون تضمین کردن پیروزی این عملیات. جنازه ها هم چه طرف ما، این برم جنازه شهیده، این برم شهیده، جلو هم شهیده، پشت هم شهیده، عراقی هم اصلا دست بردار نیستن، میزنن ولی خدا کمک میکنه چه تیرا به ما نمیخوره. اون چوب نخل خیلی کمک کرد. چند تا شهید پشت من، جلو من بود. منم اسلحه داشتم، کلاش تشتیرانداز بودم، اسلحه، بند اسلحه هم چیر کرده بود، چیز خورده بود به اون سیمکاردارا چیر کرده بود، نمیتونستم اونو درارم. خلاصه با طوری اونو چشیدم، در آوردم، آماده شدم، آماده شدم، یواش یواش خودم رو چشیدم طرف سده دشمن. گفته بودن که بایستی همه برن اونور سر یکی از سنگرها، هر کدومه که یکی اونجا بایستیم، همون ساعتی که عملیات شروع میشه این نارنجش ها بندازین تو سنگرها، که از اونور 25 کربلا 10 دقیقه جلوتر عملیات شروع کرده بودن. اینا شروع کرده بودن، بعدش دیدیم اون ور دیگه شروع شد، الله اکبرشون بلند شد، دیگه ما اونجا وای نستادیم، همونجوری از اون رو سیم خاردارا رد شدیم. در بعضی دو تا گلوله آربیچی در آوردن، آماده آماده بود، یه گلوله آربیچی دیگه بود، سه گلوله آربیچی آماده بود، من گذاشت آماده کرده بودم، گذاشتم بهش اشاره زد، اشاره زدم این داخل انداخت، انداخت منفجر شد، من بلند شدم، بلند شدم با بالا آربیچی بلند شدم، دیگه داره شروع میاد، تازه این تا میخواستم برن داخل بالای دستگاهشون برن تیراندازی شروع کنن، من بلند شدم، بلند شدم، اولین در دود زیاد فاصله نداشته، 50 متر 60 متر با چارلول اولی با اسکل فاصله داشتم، زدم زدم، آتیش مهی بیرفت هوا، هوا صبح عملیات مجروحا تخلیه شد و شروع به تخلیه شهدا کردیم که با اشک چشم تک به تک عزیزان، این برادرها غواصها از موانع جدا می شدن چون گیر کرده بودن عمدتا در موانع، در مد آب بود، وقت آب پایین اومده بود این بچه ها افتاده بودن روی موانع و صحنه عجیبی بود که همه با عشق این جنازه ها را جمع میکردن، عزیزانی که ماها در کنار هم بودن، با هم انس گرفته بودن و اون عزیزانی که از نظر اخلاق برخورد در اون حدی بودن که همه را جذب میکردن برای خودشون، هیچ نقطه ضعفی در اینها من ندیدم که بشه گفت یه ایرادی درشون بود در برخوردشون اخلاقشون، یعنی بچه ها به اینها بودن که گریه میکردن، با این شناختی که از اون برادرها داشتن همه با اشک چشمشون این جنازه ها رو غسل میدادن.
ولی واقعا آدم الان فکر میکنه باز چه کسایی بوده. اون موقع ها که نمیشناختیم اونها چی بودن، چه کاری رو دارن انجام میدن. تو قبل از عملیات تو این منطقه مثلا بچه‌هایی بودن که 5 ماه نه ارتباط نامه‌ای داشتن با خانواده‌شون، نه ارتباط تلفنی داشتن، زن و بچه هم داشتن. بعد توی عملیات هم شهید شدن. این دیگه واقعا دلخراش‌ترین مطلبی که برای من بود بعد عملیات. خیلی دلم سوخته بود، من عموما گریه نمی کردم برای شهدا و اینا، ولی برای اینا گریه هم می گرفت، اشکم می ریخت. خانواده بود که من رفته بودم خونشون از قبل. هر وقت من می رفتم اهواز یه زنگ می زدم، مثلا می گفتم شهید بهمن کیانی بود، شهید دماوندی بود، شهید مهدی نصیرایی بود، بچه های اطلاعات. بعد بچه های دیگه بودن خیلی از شهدا، شهید مرشدی بود، تازه هم ازدواج کرده بود، شهید مرشدی یه چند ماهی ازدواج کرده بود، اومده بود تو منطقه. بعضی وصیت رو وصیت مادی نبود. در حالی که اطمینان داشتن به این که خواهند مرد، شهید خواهند شد، و بعضیا گریه می‌کردن که چرا شهید نشده، و ناله و زاری می‌کردن که می‌گفتن چرا ما اون لیاقت رو پیدا نکردیم. ولی خب این حرفا اونقدر گفته شده، لغلغه لسان شده، واقعا شاید درکش واسه خیلی ها مقدور نباشه، عیب نداره، بذار باشه همینجور. همه خواهند رفت، همه خواهند مرد، و انشاءالله در اون دنیا بفهمن اینا چه کاری کردن و کیا بودن. مطلبی نیست در این دنیا بفهمن نفهمنش، مطلبی نیست. اونا هم نخواستن که اینا بفهمن.